سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه تو این تصویری که میبینید یا میشنوید یه جا کارون جریان داره تصویری که نمیشنوند ولی سلام میبینید یا میشنوید کارون جریان داره سلام کن سلام کردم سلام فرهادم با ماست سلام فرزادم برگشت باز هست سلام, همچنان فرزادم کی شده؟ چی؟ دهه فجر بود یه سری فیلم همیشه سریال نشون میدادن توی اون سریال قطعا ساواکی داشتن دیگه فرزا چه میونه شده از از دستمال گردن داشتن از کنار که بی شرف بودن یه کلت کم داری یه کلت ساواکی هم بگیری دسته دیگه بردی همیشه باید یه آدم بیریشی می بود تو اون سریال ها که خیلی بی شرف با رب دوشام با رب دوشام براق من چند تا چیز بگم اول اینکه یه نفر گفته بود که چرا تو دوربین نگاه نمی‌کنی ببین دوربین اینجاست برا من ولی صفحه کامپیوتر اینجاست من اگه بخوام بچه ها رو ببینم بعد این ورنه نگاه کنم دوربین اون من هستم حواسم به همه هست خودم دارم اینطور می‌بینم دیگه نیاز نداره زل بزنم به دوربین من اگه... اگه دوربینم رو به دوربین نیست یه دیگه است رو دوربین است الان دیگه چشات یه کمی بی‌احترامیه ایمان جان کم بوده بعد جونم براتون بگه که دنیام هم که همینطوری سیر نزوری رو پیش گرفته دیگه یعنی همینطوری داره بدتر و بدتر میشه هر روز تظاهرات آمریکا زاگرس داره میسوزه چه میدونم آره همه جالبه ما رو بگو آره. آه تو جالبات بود ولی خب حالا درمش بیشتر صحبت میکنیم ولی سیر سر نزوری و کامل پیش گرفته <تصفح> <هله> همه خوبی شما مشکل نداری ردیفی به خوبی شما خوشحالی که هفته دیگه قرار هم دیگر رو ببینیم خیلی <تصفح> من واقعا خوشحالم <مار> من زیاد علاقه به دیدن تو نداشتم واقعیتش میام کارونو فرضا از نزدیک وقتی هفته دیگه میام جدا بشینیم یا خیلی نزدیک کاش خیلی نزدیک هیچ نشینیم با هم ولی میتونیم همون جوری که همیشه میشستیم بشینیم و مشکلی شما تو دوربین باش. جاش این لایو هم می‌خوایم بریم آره اونم آره. تو یه تا اسفند دود می‌کنیم گوشه خونه حل میشه آره بریم سر اپیزودمون بفرمایید این هفته که هفته که اپیزود 230 ماست من می‌خوام در مورد چیزهای مختلف صحبت بکنم ولی با اینجا شروع میکنم که یه کانسپتی هست به کانسپت کلیک بیت خب این حالا یعنی چی کلیک کلیک خودمونه بیتم به معنای چی توم که حالا یعنی چی یعنی اینکه آره تله یعنی که شما مثلا تایتل های ویدیو یا مثلا عکسی که روی ویدیو هست روی یه چیز جذاب و که مثلا آدم میبینه خوشش میاد انتخاب میکنین که شاید هم زیاد ربطی به موضوع کامل اپیزود نداشته باشه که مردم اگر که میبینن مثلا کنچکاف بشن که بیان ببینن اپیزود در از های. چه قراره من چیز اضافه کنم اگه میخواید بهتر متوجه بشید نقطه مقابل تایتل تا هایی که من رو اپیزود میذارم که اصلا جذاب نیست و خیلی طولانی و سخته آها. نقطه مقابلش میشه کلیک بیت که مثلا یه چیز جذابیه که تحریک میکنه آدم روش حالا... کلیک کنه نه حالا اینم که هست که ما همیشه مثلا خیلی دوست داشتیم مستقیم بریم سر موضوعی که وجود داره و از کلیک بیت استفاده نکنیم ولی خب حالا من با چند نفری که در فضای مقدس دیجیتال تجربه خوبی داشتن داشتم صحبت یه جامعه بزرگ فضای دیجیتال آره. داشتم صحبت می‌کردم و اینا در مورد حالا که چجوری مثلا میتونیم خودکست میتونیم رشد بکنه و چجوری میتونیم بهتر بشیم و دیده بشیم و اینا داشتم صحبت میکردم که حالا اینا خودشون موفقیت‌های خوبی داشتن تا الان گفتن که معمولا کامنت اولی که می‌گیرم اینه که شما مثلا کامنتاتون تایتلاتون خیلی خوشگه کلیک بیت استفاده نمی‌کنید و اینجور صحبت ها که من اومدم روی اپیزود قبلی که در مورد اوشین بود حالا در مورد اوشین نبود در مورد آزادی بیان بود حالا یه صحبتی هم در اوشین کرده بودیم از اون استفاده کردم گفتم که ما اینو بذاریم ببینیم که چه نتایجی داره که نتایج جالبی هم داشت حالا اگر که بچه ها بخوام براشون شیر میکنم ببینن که درصد شنیده شدن و کلیک کردن روش و اینا چقدر تغییر, کرده بعد حالا توی این اپیزود توی اون, اون اپیزود که هفته پیش بود در مورد بانو اوشین صحبت کردیم و ایشون در سریال سالهای دور از خانه که دهه 60 تو ایران پخش میشد خیلی گفتیم که شاید خیلی پاکدامن نبودند نبودن و حالا بدکاره بودند که خب جمعی از شنوندگان شتافتن و گفتن که این چیزایی که گفتین اشتباهه در واقع فکتی که گفتید اشتباهی و این درست نیست و خب منابع خوبی هم دادن جالب بود برای من که صحبتی کرده بودن با منابع صحبت کرده بودن و ما رو فرستن سراغ سایت به نام factname.com که وبسایت فارسی زبانه و خدایی هم شکیله یعنی من رفتم یه چند ساعتی و توی این وبسایت گذروندم بالا پایین کردم که دیدم اینطوری با فکت های مختلف با واقعیت های مختلف کنار میاد که میذارتش توی کتگوری های مختلف یا میگه درسته یا میگه غلطه یا میگه نیمه درسته یا غیر قابل اثباته یا شاخداره حالا کاتگوری های مختلفی پنج شیشت کاتگوری مختلف داره و برای من جالب بود خلاصه چند ساعتی این وبسایت بالا پایین کردم و گفتم که کارون که میاد اینقدر در مورد کورا صحبت میکنه وقتی وبسایت شکیل فارسی هم وجود داره ما هم در صحبت کنیم بگیم که وبسایت فارسی زبان هست و مردم میتونن ازش استفاده بکنن حالا فردا اگر که فلان کس بیاد بگه این وابسته به فلان جاست و این فکتش غلط و اینا من تا جایی که امروز دیدم به نظرم همه چی بر مبنای واقعیت بود و بر مبنای داده بود همه چی لینک و سورس و مختلف داشت و خیلی هم منطقی با موضوعات کنار اومده بود و خیلی هم توضیح داده بود برای همین گفتم که یه چند تا فکت مختلف از اینجا براتون بخونم از کتگوره مختلف و از جاهای دیگه کلا در مورد این در واقع تشخیص صحیح بودن صحبت بکنیم توی اطلاعاتی که داده میشه قبلا آخر چی بود آخر رو از کتگوری نادرست شروع میکنیم همون بانو اوشین خودمون اصلا ببینیم که این باور که اوشین بدکاره بوده از کجا میاد و چجوری او چه جوریه و چرا اتفاق افتاده خبرگزاری ایسنا توی سال 2018 سپتامبر 2018 یه مقاله میاد منتشر میکنه در مورد سانسورهای فیلم های مختلف در صدا و سیما و میاد میگه که آره بعضی از این سانسورهایی که اتفاق افتاده اصلا اومده داستان رو عوض کرده و مدعی میشه که سریال سالهای دور از خانه یا همون اوشین خودمونم هم. یکی از اون سریال ها بوده که این اتفاق افتاده و اوشین یه زن پاک نشون داده میشده در حالی که ایشون اصلا اینطور نبوده و این بدکاره بوده و در فساد, فساد خانه نوشته بود کار میکرده بگم این حالا ما خیلی وقتا رو لغت های دیگه که به کار میره حساسیت داریم مثلا الفاظ جنسیت زده نگیم الفاظ نجات پرسانه. این پاک دامن و هم که میگی من اصلا یه جوری میشم سری پیشم که تو اپیزود مطرح شده و کسی به اینا واکنش نشون نمیده ولی حالا تعریف پاک دامن چیه نه تعریف بدکاره چیه اینا هم باز لغته خیلی جالبی نیست به صورت خب نظر من روسپی استفاده کنم نه نه تو اینو ادامه بده من کلی خواستم خب نظر, 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 نظر چیه میگم مثلا ما های انقدر حساس شدیم روی یه سری لغت های دیگه ولی اینا رو کسی بهش اعتراض نمیکنه ولی اینا هم یه لغت های یه بار منفی داشته باشه و میتونه شغل شریفه بعضی رو زیر سوال ببره من قبلا هم اتفاقا حالا در مورد تو پادکست هم صحبت کردیم من گفتم بعضی از کسایی که حالا تن فروشی شاید چیز بدی نباشه لغتشو دارم فکر میکنم الان انقدر دیدی مثلا من نمی... نمیگم لغتو عوض نه, نه من خودم هم الان پس ذهنم هم, هم توی دنباله مثلا میگردم ببینم لغتش چطوره تنفروشی میکنن زن اومد میگه خب او من دوست دارم مثلا چرا فکر میکنین کار بدیه دوست دارم برم انجام بدم خیلی هم حال میکنم واسه <تصفح> همین میگم حالا ما میگیم بد کاره برای اون خیلی هم کار خوبی و دوست داره انجام بده ام... جامعه است دیگه این جامعه این میزنه <تصفيق> <تصفيق> نه حالا به اون میگیم بعد بعد کارا حالا ولش کن لفظ رو اون یه <تصفيق> <تصفيق> چیزی ولی اون پاک دامنه یه جوری تره حالا کیو میگی پاک دامن خانم اوشین رو میگفتم حالا به هر حال بعدش خانم علی دوستی این توییتی که ایسنا بود رو جواب دادن یه توییت دیگه, دیگه گفتن گفتم از سالهای قبل که رفته سال قبل که علی دوست جاپون. ترانه ترانه علی دوست ترانه, که من رفته بودم ژاپن در مورد با چند تا از این که این سریال دیده بودن صحبت کردم گفتم آقا داستان چیه آیا این سانسور شده و اینا گفتن که نه اونجا هم من از خودشون نقل میکنم گفتم بودن که اونجا هم اوشین نماد نجابت بوده و هیچ ریگی به کفشش نداشته حالا کجا میاد این در دهه 60 این سریال وقتی پخش میشده به دلیل حالا اینکه دسترسی به اینترنت و اطلاعات و اینا زیاد وجود نداشته یه شایعه ای شروع میکنه پخش شدن که آره اصلا اسم اصلی این سریال فقر و فحشا است و در جنوب کشور کسایی که میتونن تلویزیون عراق و اینا رو بگیرن اونا دیدن بدون سانسورشو و این اصلا سریاله تغییر کرده و اینا و خب این خانم اوشین روس بیگر بودن یا حالا تنفروش بودن گر نداره روز. چی؟ گر نداره روسپی بودن روسپی بودن ولی خب حالا اطلاعات واقعی که الان الان دسترسی به اینترنت هست و به اطلاعات مختلف هم میشه دسترسی پیدا کرد الان اگر که اومدن انلایس کردن همین فکت نامه اومده سریالو با سریال واقعیش انلایس کرده دیده فقط 18 دقیقه سانسور وجود داشته توی این سریال اوشین و کلیت داستان اصلا تغییر نکرده یه سری جاها که خانم اوشین یه دونه رفیق داشتن که اون تن فروش بوده با اون که صحبت میکرده اونا در واقع ازش در اومده ولی در کلیت داستان هیچ فرقی نکرده و کلیت داستان همون مونده و چیز جالب دیگه هم که هست میگفتن طرفای سال 1985 در کل دنیا این سریاله داشته پخش میشده حتی واشنگتن پست و در واقع اون مجله های خیلی معتبر دنیا هم در این مورد صحبت کردن و اصلا کاور واشنگتن پست بوده و خیلی هم سریال موفق بوده در دنیا و فقط اینطوری نبوده که توی ایران باشه و اینم که میگفتن که بعد از اینکه سانسور شده فروختن به خود یا سانسور شده شو که سریال عوض کردن اینم اشتباهه و اینم دروغه و من اشتباه کردم دیگه خانم اوشین خانم پاکتامان که نه نجیبی بودن خانم معروف ریگی پس ما گناه اوشینو شستیم آره ما گناه اوشینو شستیم و خب این این کارو نباید میکردیم اشتباه بوده آره یه فقط... کلیک بیت بگم قبلش فقط صحبت فقط. کردی جانب. من دو تا مشکل دارم با کلیک بیت یکیش که فرض کن حالا یه نفری در آینده نه چندان دور مثلا با خودکست آشنا بشه خب بعد بله. بخواد بره اپیزود رو ببینه هیچ وقت از اسم اون اپیزود نمیفهمه که راجع به چی داریم صحبت میکنی اسم اون اپیزود میگه که قرار راجع به اوشین صحبت کنیم آه. اون چند خطی که زیرش نمیشه میشه توی دیسکریپشن میفهمه دیگه نه دیسکریپشن نه میگم فارسی داره اسمارو سری بالا پایین میکنه خب، الان 230 آره. تا قسمت داریم دیگه آره. این مشکل اولمه دیسکریپتیو نیست در واقع محتوا رو توضیح نمیده بلد. مشکل دومم اینه که مشکل من خب با همه‌ی در واقع ترفند هایی که برای مارکتینگ استفاده میشه دیگه که یه جوری آدما رو ترغیب کنن مثلا برن یه محتوایی رو دنبال کنن یا یه چیزی رو بخرن یا هر چیز دیگه اه... شفافیت توش نیست با وقتی یکی میاد مثلا کلیک میکنه میبینه اون قدرت و قابلیت اینو داره که تشخیص بده که آقا من به راه بگو بگو بخش. مثلا من با خودش این نتیجه رو که آقا اینا مثلا منو گولم زدن اومدم روی این محتوا کلیک کردم یا اینکه حالا اوکی حتی اگر گولم هم زدن ولی خب محتوای آنچنان بدم نیست یا حتی از ارزش دنش هم داره یعنی میگم میتونیم یه یه حدی واسش بذاریم یا مثلا آره یه دیگه, دیگه دروغ میگن یعنی مثلا طرف توی حالا این ویدیوهای گیمینگ خیلی اتفاق میفته یا مثلا میگه که مثلا تایتل زده کلا توی وارزون مثلا 150 نفر بازی میکنن میگه من تو لابی مثلا دیویست نفر رو کشتم بعد میری میبینی که مثلا طی 15 تا بازی قدیم مثلا توی 15 تا بازی دیویست نفر رو کشته نه توی بازی یعنی اون دیگه مثلا دروغه یه جورایی دیگه داری دروغ میگی ولی من به عنوان یه پکیجینگ بهش نگاه میکنم که توی پروداکت رو داری خوشگلش میکنی و ارائه میدی تا اینکه ایز زمخت و اینطوری برت بذاری جلوی طرف نمیدونم حالا در این مورد میتونیم بیشتر صحبت بکنیم ولی پوینت اصلی کلیک بیت اینه که یه چیز رو در واقع همون به قول تو شاید یه زرم شفافیت توش نیست ولی برای اون کسی که قرار ببینه و بشنوه جذابش بکنی دیگه یه چیز آب و, تا آب, و آب و تاب دار تری ارائه بدی آره نه پوینت شما میدونم این هم نظر شخصی منه نمیگم درسته یا هر چیزی ولی من به شخصی با این مشکل مشکل بریم یه فکت اشتباه نادرسته دیگه براتون بخونم گفته دلوقتي. بودن که یک سوم مردم مردم اروپا داروی ضد افسردگی مصرف میکنن دوباره برگردیم به دوستان عزیز ایسنا که در آبان 1398 به نقل از آقای علی اکبر حق دوست که معاون پیشین وزیر بهداشت بودند گفته بودن که یک سوم مردم اروپا داروی ضد افسردگی مصرف میکنن و ایران هم از آمارش از این بدتره و اگر که اینطور باشه خب فاجعه محسوب میشه دیگه یک سوم کل مردم اروپا و دوستان فکنامه نامه رفتن از این خبر که مطلع منت... شدن رفتن ببینن که جای دیگه هم همچین چیزی در واقع منتشر شده یا یعنی اینکه مثلا اون خبرنگار موقعی که داشته تنظیم میکرده حالا یه اشتباهی مرتکب شده و فقط یک جاست که اتفاق افتاده دیدن که نه در ایرنا هم همین خبر منتشر شده و در واقع خطا در تنظیم خبر نبوده تماس گرفتن با آقای حقدوس گفتن که من منبع شما کجاست لطفا منبع رو, رو کنیم ببینیم یک سوم شما کجا آوردین که گفتن که یه وبسایت بهشون معرفی کردن و گفتن که آمار از اینجا به وجود اومد در تهیه شده بعد وقت خودشون رفتن این آمار رو چک کردن دیدن که ایسلند بدترین کشور بوده 14.5 درصد توی اون جدولی که درست کردن از کشور اروپایی و یه کشور دیگه هم هست به نام لاتویا یا لاتونی می نوشت فارسیش فکر کنم تلفظ میشه لتونی ولی این لتونی. دو تا کشور یکی هم مگه آره لاتویا و لاتونی یکی گفت اون یک و نیم درصد بوده در پایین جدول و حالا یه منبع دیگه این همون لینکیه که حق دوست داده آره آره یعنی تو اون لینک بالاترین چهارده نیم اینا سی و دیدن یک سوم گفتن دیگه خیلی اقراقه میدونی واقعیت چهارده درصد یک سوم نه حالا این اینم توی بدترین کشور ایسلنده یعنی توی یک کشور میدونی تو کل اروپا که نیست که اگه اینطوری باشه مثلا بعد ایسلند بود هفتاد درصد لطوانی مثلا بود بیست درصد اینا با هم دیگه یه جایی میومدن این وسط هم دیگه رو میدیدن یاده چی افتادم؟ فقط من بگم آره. قبل از اینکه تمام بشه بعد دوباره باشون تماس گرفتن گفتن که آقا این اینطوری و اینا یه سری دلیل و منطق آوردن که آره شما دوزج رو در مثلا طول 365 روز حساب کردید این بعد دوزجش در مثلا سه ماه سه ماه حساب بشه و اینا یه واقعیتش این بوده که خب داشتن یه جورایی بحث رو میپیچوندن و دیدن که منطقی هم نیست حالا اینو بگو من یه سری چیز دیگه بازی با ازهان عمومی سلطان این کار چیز بود احمدی نژاد بود فهم. اینو آورده بودن یهو یه درصد بیکاری داد خیلی پایین آره بابا این بیکارایی که ما می‌بینیم همشون منم هم, هم, هم یه چجوریه جو بعد فهمیدیم که مثلا خانم خانه‌دار، دانشجو دانشجو مثلا کسی که پارت کار نیمه وقت مثلا چون دو ساعت در هفته داره همه رو فرستادن تو کتگوری کاردار آره با اشکال از امار... ما آره, آره تعریف شش احمدی نژاد نمی‌دیدیم آره لاماسا تعریف رو عوض می‌کرد اصلا یهو ایران میشد سوئیس بعد حالا این دوستان فکنامه رفتن یه منبع دیگه پیدا کردن به نام The British Journal of Psychiatry که میاد در مورد, در مورد همین در مورد, در مورد کشورهایی که توی اروپا داروی ضد افسردگی مصرف میکنن صحبت کرده که دیده در سال 2015 7.5 درصد جمعیت اروپا داروی ضد افسردگی مصرف میکنن پس اون عدد یک سوم در اروپا که کاملا اشتباه اصلا هم چیز وجود نداره حالا تازه کلا این درصدها همه به اون سروایورشیپ بایس برمیگرده به خاطر اینکه این آماری که دارن کساییه که رفتن و فهمیدن مثلا افسرده هستن و دارن دارو مصرف میکنن که این خیلی خوبه ممکنه یه توی کشوری که عددش پایینه یه درصد خیلی زیادی افسرده باشن اصلا اطلاع نداشته باشن آره. نه این فقط دارو ها فقط در مورد درصد افسردگی کشور رو نمیگفت آره میدونم استفاده از دارو رو میگفت که اینا هم همش در واقع اینطوری که تو باید بری دکتر و دکتر بهت نسخه بده چون توی حالا خارج از ایران حالا توی کانادا من بقیه جا رو نمیدونم اصلا دارو بدون نسخه که بهتون نمیدن یعنی حتما باید نسخه داشته باشین توی ایران شاید یه ذره راحت‌تر باشه گرفتن بگو حالا همین آه همین چیزی اه... که خب حالا یک سوم که اشتباه بود. بعد حالا گفته بودن ایران هم بدتره خب این این نکته جالبشه که توی ایران بدتره اه... در این مورد هم خب ما زیاد گفتیم توی ایران اطلاعات خوب و مفید و قوی زیاد وجود نداره زیاد نرفتن تحقیقات حالا میدانی انجام بدن از مردم اطلاعات مختلف کسب بکنن که بتونن یه همچی عددی و به وضوح بگن ولی اطلاعاتی هست که میتونه کمک بکنه ببینیم که واقعا همچیزی چیزی اصلا وجود داره یا نه مثلا یافته های آخرین ببخشید پیمایش سلامت توی ایران یه دونه در واقع گروه که رفتن یه سری اطلاعات در آوردن در مورد سلامت روان در ایران آخرین یافته چی بوده؟ گفتن که نرخ استفاده از سرویس های سلامت سلامت روان که حتی شامله میشه تو بری توی داروخونه مثلا دارو بخری دارو سلامت روان بگیری 15 درصد تو کل ایران یعنی تو کل ایران تمام سرویس های سلامت روان چطور بری دکتر چطور بری مثلا پیش متخصص بری داروشو بگیری اینا کلا 15 درصده که اینم فاصله خیلی زیادی داره با اون یک سوم پس بنابراین وقتی ایسنا و ایرنا میان هم چیزی رو منتشر میکنن بدون هیچ فکتی بوده و فقط به خاطر اینکه یک نفر اینو گفته بوده و یه جایگاهی داشته که میشه به حرفش اطمینان کرد این در واقع منتشر شده یه سریالی بود قدیما نشون میداد ایران شبکه پنج بود فکر کنم و? خارجی بود اینو ترجمه کرده بودن یه سری داستان کوتاه نشون میداد بعد آخرش میماد میگفت کدوبه که اینا واقعیت بوده کدومش نبود آره 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 مثل یه چیزی ایمان داره اون کارو میکنه آره یه چیز دیگه است یه کاتگوری دارم به نام کاتگوری شاخدار این کاتگوری این برام جالب بود این خ... میگم حالا من اینا رو دارم خلاصه میگم اینا همه اینا جدول داره همش منبع داره میتونید همه رو برید دونه دونه انگلیسی و فارسی رو بخونید حتی بعضی از منابعی که مثلا جدولاشو همه رو به فارسی ترجمه کردن گذاشتن بعضی جاهاشو اینترکتیو مپ داره مثلا اینتراکتیو جدولایی داره که اینتراکتیو رو بگو به فارسی که مثلا اگه که با ماس برید روش مثلا چیزهای مختلف تعاملی. یک عکس نیست آره این قسمش آختاش با حاله گفتن که بین 3 تا 7 میلیون کودک کار در ایران وجود داره کی گفته بانو نور پهلوی در یاد داشتی همین چند, همین چند روز پیش تو ماه می در سال 2020 گفتن که بین 3 تا 7 میلیون کودک کار تو ایران وجود داره که این تخمین فاصله خیلی زیادی با آمارهای جهانی داره اصلا حالا در سرش رو بعدم میگم که اگر با این قانون در واقع بخوایم حالا اول بیام قانون کار رو تو ایران تعریف بکنیم که ببینیم مثلا چه جوریه قانون کار تو ایران به کودکانی که زیر 15 سالن در واقع میگه که دارن کودکان کار محسوب میشن و در جهان هم زیر 18 ساله خب به عنوان حالا اگر که بخوایم یه آمار کلی در بیاریم یعنی زیر 18 سالی که کار کنه میشه کودک کار کودک کار محسوب میشه ولی اگه پولش نیست؟ تو جیب خودش نره. نه نه پولش تو جیب خودش هم میره ولی غیرقانونی نیست. بهشون میگن کودکان کار. ولی حالا خ اینجا خیلی تعریف... 16 ساله ها کار میکنن. من خودم کار کردم ولی تع... ولی تعریف بدی نداره یعنی که یه کودکی که داره کار میکنه. میدونی یعنی مثلا من خودم اینجا وقتی رفته بودم کار میکردم کودک کار محسوب میشدم ولی تعریف این نیست که منو به زور دارم میبرن سر کار یا مثلا دارم مشقت میکشم توی اون حالا کاری که تو اون کاتگوری بودی در واقع آره آره حالا چی داشتم میگفتم گفتم که اگر کودکان زیر 15 سال رو در قانون کار تو ایران در واقع کودکان زیر 15 سال رو در نظر میگیره و اگر که بیام کل جمعیت اونا رو حساب بکنیم تقریبا سر هزار نفر هست که توی ایران زیر 15 سال و دارن کار میکنن که کلا سر هزار نفره اگه بیایم طبق قانون جهانی در نظر بگیریم که زیر 18 سالن میشن 500 هزار نفر که دارن توی ایران کار میکنن که خب همه یه زی میخوای بگی کارون چیزی میخوای بگی نه اون صد هزار تا رو گفتیم مثلا هفتاد برابر خانم نور پهلوی اشتباه کرده بودن آره حالا د... سمتشون چی بوده سمتی نمیدونم سمت خاصی ندارم آخه یعنی فهم... یه آدم جور رندوم تو خیابون اینو گفت تو گروه تلگرامی گفته بود آه نه نه توی یه چیز نور پهلوی دختر شاهزاده پهلوی آها من فکرم یه آدمی که فامیلیش اینه <تصفح> نه 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 دخترش شاهزاده <تصفح> پهلوی کسی نداره این فامیلش پهلوی باشه <تصفح> آره کلن اساس حالا میگم حالا بگم این تمام 500 هزار نفرم قان در واقع کودک کار محسوب نمیشن من خودم تو ایران کار میکردم ولی به در خودم دوست داشتم که برم کار بکنم من توی بقالی توی یک اتام بود مثلا که کردم یک ماه تابستون اونجا کار کردم ولی بابام مثلا مجبورم نکرد نیاز نبوده من اون واقع کودک کار محسوب میشدم باید ببینی که خود خواسته بوده یا حالا به زور یه نفر دیگه است که داره این کارو میکنه چقدر حقوق پنج هزار تومن در, در روز در نه در ماه آها این برگرد چی؟ پنج هزار تومن در ماه آره پارت تایم بود دیگه ها پارت تایم بود حتما دیگه نه نه از صبح میرفتم بیمه اینا هم برات رد نه من یادم اولین اولین هوت گرفتم و هم کودک کار بودم هزار تومن بود در روز در روز آره خیلی خوب بوده خب کارش سخت نجاری میکردم من هنوز حاضرم الان اونجا کار <تصفح> من نجاری میکردم <تصفح> نجاری اصلا <اسنگه> هو. حالا <تصفح> <تصفح> این اعدادی که من الان گفتم آمار رسمی که توی کشور وجود داره و خب خیلی ها الان میگن که میتونم بگن که اینا عددسازی سازی شده اینا نادرست و اگر که اینا رو هم در نظر بگیریم که میگن اعداد غلطه اون آمار 3 تا 7 میلیون هنوز شاخدار محسوب میشه چون که اگر که بخواد درست باشه باید در نظر بگیریم که جمعیت کودکان کار در ایران 33 تا 77 درصد کودکان 10 تا 17 ساله تو ایران یعنی کسایی که دارن کار میکنن تو ایران جمعیت کودکان ایران تقریبا 10 میلیون بین 10 تا 17 سال 33 تا 77 درصدشون اینا دارن کار میکنن این عددی که الان میگن سه تا 7 برابر نرخ متوسط جهانیه یک و نیم تا سه برابر رکورد است رکورد آفریقا و این چی این هم خیلی باره پنج تا با ده برابر متوسط نرخ آسیا و بین هشت تا دوازده برابر رکورد در خود ایران که دارن حساب میکنن اینم فکنامه گفته که حالا میخواسته تایید بکنه باشون تماس گرفته توی اینستاگرام جوابی ازشون دریافت نکرده ولی خب بعدا هم که چند نفر بهشون ریچ اوت کرده بودن گفته بودن که آره این آمار مثلا از این جاها هم در اومده اونا هم نگاه کردن گفتن که این آمار هم درست نیست یعنی فقط روی حواس و طبق آمار رسمی کشور نیست و میتونه درست بشه حالا من این هم هم فکنامه گفته بود هم خودم میخوام بگم این حتی همین آمار صد هزار نفر هم اگر که درست باشه خیلی سیاه و خیلی بده نیاز نداره که ما بیایم سیاه تر و بزرگ بکنیم یعنی همون 100 هزار نفر کودک کاری که وجود دارن از یه استادیوم آزادی بچه که داره کار میکنه و اینکه بزرگ نمایی فکر نمیکنم کمکی به این قضیه بکنه فقط اون کردیبیلیتی اون شخص رو در واقع زیر سوال میبره حالا من اصلا این شخص هم نمیشنم من رفت دارم اینستاگرامش رو میدونم من هم دقیقا دارم <تصفيق> <تصفيق> شو نور میدونم اهمیت نمیدید شاهزاده 24 ساله و نوه محمد آخرین شاه ایران آره نوه محمد بعد حالا یه سری به نظرم جالب اومد که اصلا کلا فکت چک کردن و اینا یه سری فکت دیگه هم از جای مختلف دیدم که برام جالب بود هممون هم شنیدیم که میگن کوه کوه اورست بلندترین کوه جهانه اصلا زبونم گرفته گوشنم بعد کوه اورست بلندترین کوه جهانه خب که این اشتباس اورس بلندترین کوه جهان از سطح دریاس ولی یه کوه دیگه داریم به نام ماونا کیا که در هواییه که از لحاظ طولی از اورس یک کیلومتر بلندتره و تقریبا 6000 متر این کوه زیر آبه. یعنی اگه که بخوایم حساب بکنید آره خشکی بشه اون آبه اون اون میشه آره 6 آره 6 کیلومتر زیر آب این کوه ادامه داره ولی خب کوه چیز بگو کوه امه. برس هیچیش زیر آب نیست همش بالای سطح دریاست و جالبش اینه که هر سالم اینا دارن روش میکنن دیگه به خاطر اینکه با کوههای دیگه هاتش کردن و اینا به خاطر موومنت هایی که داره هر سال داره روش میکنه فکر کنم نشود یک چهارم این چهار سال داره رشد میکنه <تصفح> ها یه چیز بگم بفرمید آقا این طرف پهلوی رو با ما حمله نکنن بذار حمله کنن دیگه فکر حالا نوشون یه یاوهی گفته اون به ما ربطی نداره <تصفح> اشتباه گفتن به ما حمله نکنید یه <تصفح> مثل داستان طرف داره ترامپ نشه <تصفح> <دیشه> <تصفح> <تصفح> چون من حس کنم اینو با هم همپوشانی دارن معمولا طرف داره و <تصفح> پهلوی <تصفح> گفتم <تصفح> یهو به ما حمله نکنید ما داریم بابا دیگه به با یکی سوتی داده دیگه باید بگیم دیگه سوتی خودم اول گفتم خودم ولی خب این اورسته ای و اون کوه که توی هواییه به نظرم چیزه یعنی آدم راحتر میتونه باشه کنار بیاد یعنی خیلی چیز پرتی نیست آسه تا این... هفت میلیون خیلی پرته آره نه منظورم اینه که خب حالا این واقعا اورسته ای یه چیزی هست مردم هبه. از نقطه صفر شروع میکنن ازش میرن بالا یه چیز خیلی پرت و نیستی نیست اون سه تا هفته خیلی نیسته آره اونا خیلی نیسته بعد دومین باوری که وجود داره که غلطه میگن دیوار بزرگ چین تنها بنایی ساخته دست بشری که از فضا پیداست آره این ها زیاد میگن که این هم اشتباه از فضا خیلی چیزهای دیگه پیداست مثل اوتوبان اصلی صدها حالا پل بزرگی که ساخته شده مخصوصا اگه که شب باشه و اون حالا نورای اتوبان و اینا روشن باشه کاملا اینا قابل دید از فضا بالا خیلی فیداس آره و میگفتش که دیوار بزرگ چین به خاطر اینکه حالا سنگا و آجرایی که توش استفاده شده از کوههای اطراف اومده همه هم رنگن اتفاقا خیلی سخت دیدنش حتی اگه که یه لنز خیلی خفن اون بالا داشته باشی بازم سخته که بتونی متوجه بشی فرقشو با چیزای اطراف با در واقع اون محیط اطراف و همین گفتش که چیزی... بگو بگو جان نه بگو تمام کن من یاد یه خاطره افتادم و میگفتش که خب اینم یه فکت اشتباهیه که فکر میکنم و همین گفتش که از نقاط مختلف حالا تلسکوب های فضایی که وجود داره یا اون ایسکای فضایی که هست دیدن چیز هم بازم خودش خیلی مشکل تره اصلا زاویه مناسبی ندارن برای دیدن دیوار چین و هم گفتش که این دو جا این مشکل به وجود میاد هم دیدنش از فضا سخته همین که اشیاء دیگه هم حالا بناهای دیگه هم هستن توی دنیا که از فضا قابل دیدن هم. بگو جانا. اینو گفت من یاد دبیرستان افتادم ما اولی دبیرستان یه معلم شیمی داشتیم این یه مقدار خسته بود معمولا یه صدای خسته. خسته هم داشت در این حد که مثلا این اما اوایل اومد گفتش که من یه کتاب المپیاد شیمی نوشتم جلسه دوم یه باکس آورد تو کلاس شروع کردن فروختن که مثلا حالا مثلا اینا معلمای مثلا خوبی بودن اصلا مشکل مالی اینا هیچ کدوم نداشتن خیلی هم خوب باید. این اون موقع گوگل ارث و اینا این اپلیکیشن گوگل که شما میتونید برید مثلا زمین رو ببینید از بالا و زوم کنید و اینا و به اندازه الان مثلا خیلی رایج نبود اون موقع مثلا اینترنت ایرانم خیلی خیلی چیزا ما رو سی دی مثلا میگرفتی بعد نصب میکردی یه ورژن آفلاینشو رو بله بعد این آقا دیگه هم که شوره حسینی که گرفته بودش رو برام تعریف کرد گفت آره من اینو شروع کردم ازش استفاده کردم و زوم کردم اومدم رو تهران بعد اومدم روی محله خودمون و دیگه ساختمون خودمون من اینو زوم کردم و خیلی که زوم کردم یه جا سرمو آوردم بالا خودمون چه؟ چشای خودم تو مانیتور دیدم, دیدم. <تصفيق> <تصفيق> بعد دیگه نگم دیگه اونجا بچه ها شروع کردن استاد حالا آره یه بار دیگه هم یه حرف دیگه ای زده بود این داشت از گرمای جنوب برای ما تعریف میکرد که چقدر میتونه گرم بشه گفت ما توی بیابون رفته بودیم و خیلی مثلا 50 60 درجه بود ما تخمرق و زدیم روی سنگ این املت شد بعد یکی از بچه شد گوجه از کجا آوردی شما این اصلا دیگه شروع میکرد گفتند خودش رو دیگه از یاد میبرد من از همینجا دعوت میکنم از معلم کاروینا اینا ذهن فعالی داشت آقای میرزاده بودن آقای میرزاده شما تشریف بیارید اون کتاب علمی هم که فروختی یک نفر هم وانه کرد چی شده؟ گفتم با استاد ملک زاده میتونم با هم فید بدن زبان کرده ولی خب حالا فکرهای دیگه هم وجود داره من زیاد نمیخوام وارد دیتیل های مختلف بشم مثلا این که میگفتن بر این باورن که مردم هم فکر میکنن قبل کلمبوس فکر فکر میکنن که زمین صافه و کلمبوس رفت اینو کشف کرد که زمین گرده ولی خب اویدنس های خیلی مختلفی وجود داره نشان های خیلی مختلفی وجود داره که از زمان یونان باستان که میدونست ما توی کره در واقع گرد داریم زندگی میکنیم یا مثلا میگن که ما انسان پنج یا شش تا فقط حس داره مثل بویایی شنوایی و اینا ولی خب حس های مختلفی داره که اصلا در صحبت نمیشه مثل حس درد شیش. اون خودش یه حسه که میتونی درد رو احساس بکنی بحث های مختلف اون ها. زیر کتگوری لامسه نیست هم حسه یا هم هنوز کشف نشده نشد. هنوز کشف نشده ولی احتمال هم میشه مغز هم میخوای بگی یا نمیخوای بگی چیو؟ مغز شما بگوانی مغز با شما نه یه چیزی هست که میگم ما فقط از نام سه درصد مغزمون استفاده میکنیم نه میشه انیشتین مثلا اون یازده درصدش بود اینا همش دروغه این فکر کنم یه بارم هم بهش صحبت کردی یه بار <دونی> صوت <تصور> آره،, آره, ما از صد درصد مغزمون استفاده میکنیم مغز میذارن زیر دستگاه ام میبینن همه جای مختلف نورونا فایر میکنن اون در اساس اون فیلم بگید اسمشو. ج... جودی یه اسم آره لوسی هم چه چیزی لوسی که اونه آه. که یکیه که اینو تغییر ژنتیک میانه شروع میکنه از درصدای بیشتری از مغزش استفاده کردن دیگه همه رو کنترل میکنه این لوسی لوسی آره این بر اساس اون میاد ولی نگران نباشید هممون از 100 درصد مغز استاد خراب کردن امیدای مردمه یا مثلا دوست دارم فکر کنم ما داریم فعلا روی رو حساب 7 درصد پیش میریم و این نه آخه این مغز خیلی <تصفح> اندام گرونیه <تصفح> 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 مغز با توجه به اندازه خیلی کوچیکی که داره خیلی درصد زیادی از انرژی بدن رو مصرف میکنه بعد این اصلا از لحاظ تکاملی بیمعنی محسوب میشد اگه قرار بود بدن یه همچین دستگاه گرونی رو دولوپ کنه به وجود بیاره که این همه انرژی بگیری ازش استفاده نکنه خب اون انرژی رو میدی مثلا بازوتو گنده میکنه چه کاریه برای همین اینا اشتباهه یا مثلا میگن که اینو من خودم باش ارتباط مستقیم داشتم گفتن که اگه به جوجه از لونش افتاده باشه شما دست بزنید دیگه مادره به این این کاری نداره شما این شنیده بودین؟ خیلی این میتونه, میتونه درست میگه, میگه دوست. باشه. آره نه میگفتن یه بوی در بهش میخوره که دیگه جوجه رو مثلا میگفتن اگه پایین درخت دیدین نرید بردارید بچه جوجه رو مادر جمی. میاد دیگه خودش زیر پروبال خودش میگیره ولی شما بهش دست بزنید بذاریدش تو لونه اینو تردش میکنن خب این الان اومده که اشتباه یا آره، همینطوری میگی اه، آره ببین برای مثلا راجب موش اینطوریه که تو اگه قبلش با یه حالا من نمیدونم فارسی چی میشه ولی رت داریم و مایس من. تو اگه قبلش با رت کار کرده باشی که موش صحرایی از این موش گندان بری با مایس که این موش های کوچولو کار کنی بکنی آره مثلا این بو رو میفهمن یا مثلا بو تصفیل... میترسن آره آره میترسه اصلا هم دوری میکنه یه مثلا بچه هاشون هم اگه دست به مالی و روغن دستت به مال روی مالا بچه های موش ما خودم دیدم که اصلا نمیرن سمت اون بچه حالا شاید این یه استثنا بود این،, این, ف... این, برای موش این برای پرندگاه. پرندگاه. اوکی بعد دیگه جونم براتون میگم که مثلا شنیدیم که میگن روی هر قسمت زبون برای چشیدن یک یه مدل طعم خاصه اینم اشتباهه اینم تو اینو ما خوندیم تو درس ما این کف دست و کف پا نگفتن که هر جاش مال یه قسمتی از بدنه نه ولی من شنیده بودم که کف دست چپ قیمت الان پرایده کف دست راست قیمت دلاره اینو تازش اینم این, ک... این چیزی که فرهاد گفت ما یه خاطر یادم ما نازمی داشتیم ما مدرسه ما خیلی <تصحب> چه ببین تبهر عجیبی داشت توی انتخاب نازم مثلا در داغون مثلا یکی رو داشتیم بچه اینو مسخره مثلا میگفت مثلا شاتگان خورده مثلا یه تیکه از مثلا اینجاش مثلا زخم بود و بچه ها به این گفتم مثلا شاتگان خورده بعد اینا هم می اومدن خیلی آدم های ساده بودن بچه های ما هم همه دریده مثلا در این حد که یه دور بند خدا مثلا اومده بود کارش همین نبود دیگه یکی بچه رفت ازش پرسید که آقا عب دارید این بند خدا گفتش که نه ما نداریم برید از اتاق تکثیر بپرسید شاید مثلا اونا داشته باشن اینجوری <تصح> <تصح> خیلی ساده بودن بعد کنسل بعد... میشی <laughs> یکی رو ما داشتیم ایشون تو کار طب سوزنی بودن و میدونستن مثلا هر جای بدن برای مثلا چه دردیه این مثلا... نازمه یا شاگردان نازمه نه نازمه, نازمه. بر بر. بعد مثلا در این حد که معلمات... او خیلی میومدن نمیتونستن بمونن میرفتن بعد مثلا در این که ما گفت مثلا فلان جام درد می‌کنه اینو بعد مثلا یه جای منو فشار داد و اینا مثلا خوب شدم بعد من یه دور زنگ ورزش بود ما رفتیم مثل وحشی ها توی حیات گرمم که نمیکردیم تو اون سن من یه بالانسی زدم یه حرکتی زدم پام چیز شد کش اومد درد داشت بعد من میخواستم همون جام خوب شه برم فوتبال رو بازی کنم نمیشه hey هیفونی هفته سب... سب نه خودم رفتم به. آقای کاشیلو مثلا من خودت. آره من اینجا درد میکنه و اینا چیکار کنیم و این میشناخ این ورداشت با ناخونش شروع کرد فرهاد کف دستش آبای من. اینجای منو فشار دادن از دو طرف بعد دیگه دستش اینجوری میلرزید یعنی رسیده بود به هم ناخونش از دوور دست من فشار دست عجیب مثلا احتمالا روی یه عصبی گذاشته بود که مربوط به اونجای پای منه بعد آخرش مثلا این کار تمام شد گفت خوب شد گفتم مرسی رفتم بیرون انقدر دستم درد میکرد که دیگه اصلا <applause> <دیگر> درد <applause> ایشون همین کاری کردن دیگر. درد, درد دیگه <applause> به شما اینترودوس اه... کردن یه درد دیگه به وجود آورد که درد پاتو فراموش کنی آره خلاصه من این فکتوری که از زیاده همینجا بسنده میکنم شاید یه اپیزود دیگه در این مورد بریم اه ولی همین میخواستم بگم دیگه ما ببخش رای که اشتباه کردیم خانوم اوشین رو من ازشون مذرد خواهی میکنم اوشین خانوم خوبی بودن و اشتباه بوده این فکر ولی گفتی که گناهاشو شست تمام رو گناه های... برادر بودن معشوقه نبودن فوتبالیست ها همون هنوز چیزه هنوز مادرش دوست به سر داشت پروندهش بازه فراده فراده بازه <laughs> و ایشون هنوز مورد داشتن ام فازل میخی چند تا جالبم برامون بگی آره حتما ولی من ای، ایمان اشاره کرد به دست چپ و راست یاده یه من. یکی از همین حرفا افتادم که معلم دینی ما بود یا تول قرانتون که به فارسی دست چپت نوشته 81 آره. راست راست هم کم می‌کنی میشه 63 آها جمعش می‌کنی آره کم می‌کنی میشه 80 نخ ن فرضا 63 که میشه چی میدونم چی <applause> سن من... سن پیامبر سنی که سن... پیامبر فوت کردن و یه دی... کلا یه چیزای جالبی <applause> نه الان قیمت پراید دو چیز شده قیمت <applause> <applause> پراید و دلار 18 میلیون 81 میلیون آره و من،, من, اون موقع برام سوال بود که مثلا مثلا خارجی ها که حالا ما رو نمیشتن چرا باید مثلا دست اونا همین رو دیگه اونا ادا فرق میکنن اصلا رسم الخط ما رو ندارن اونا نه اونا نمیتونن بخونن دیگه هیچ رو نمیتونن اینا فارسی یه چند تا برامون جالب بگو ببینیم چه خبره آره نه اپیزود جالب بود دیگه همش واقعا همش جالب بود هم خدا یه لحظه من این فلاس کم صدا فرزاد مثل تیلی بیاری والا فلاسکو بیار نشون بده کسایی که نمیبینه این دیدن توی <تصفح> یوتیوب این تق... تبلیغ نشه اونو بگی اون آره اون چای رو لطفا تبلیغ ولی از مزایای یوتیوب دیدم اینه که بچه‌ها فلاسکای چای زرد دارن یهو میارن برای خودشون چای می‌ریزن آقا همینطور که ایمان شروع کرد اپیزودا داستانای زیادی داشتیم توی میخوای اول در اسپیس ایکس صحبت کنیم چون آره. مال همین آره. چند ساعت پیش ایلان ماسک و شرکت اسپیس اکسش با ناسا با هم تونستن بعد از نه سال از خاک آمریکا فضانورد نورد بفرستن تو فضا عشق کنن که من من خودم لایو دیدم فکر کنم شما هم لایو دیدی نه من, دیدم. آره خب خیلی اتفاق بزرگی بود برای هم در درجه ول خود ایلان ماسک که کمپانیش تونست به این لول برسه که اصلا بیاد با خود با ناسا در واقع ناسا به کمپانی ایلان ماسک الان احتیاج داره که این سازه رو ساخت که بتونه بفرسه آمر... به فضا و الان آمریکا به یه خودکفایی رسید که دیگه نیاز نداره بره از طریق روسیه فضا نور بفرسته و من عددا رو میخونم تفاوت قیمتی نوشته بود تو هر سفری که یه فضا نود بخواد بره پولی که به روسیه میدادن 99 میلیون دلار بوده واسه یه صفحه برای و... هر آدم یا برای آه... یه صفحه نوشته او, او, او برای هر صندلی در واقع اوه هر صندلی الان هزینه هر صندلی شده 55 میلیون دلار با کاری م. که اسپیس اکس کرده و خب مثلا خیلیش به خاطر اون بوده که اون تو استیج اولی که باز میشه حالا اصطلاح رو نمیدونم اون فرود میاد اون انجین اولیش فرود میاد و اینا خب خیلی دارن پول سیو میکنن تو این تکنولوژی جدیدشون ولی خب چیز اتفاق جالب اتفاق بود اتفاقی که افتاده اینه که قبلا وقتی که این سفینه فضایی در واقع پرتاب میشدن به سمت به سمت فضا اون موتور اولیه‌ای که ازش جدا میشه دیگه از بین میرفت یعنی میافت توی دریا و نمیشه استفاده کرد الان اسپیس اکس کاری که کرده این موتور در واقع خودش میاد یه جا و یه جا فرود میاد که دوباره میتونه ازش استفاده بکنن پروژه بعدی که دارن مثل اینکه این الان نمیدونم مطمئن نبودم اینو الان بعد حالا بعدا چک بکنم که میگفتش که پروژه قبلیمون 50 درصد ریوزبل بود این یکی 100 درصده یا این 50 درصد بعدی 100 درصده ولی دارن به یه جایی میرسن که از تمام قطعاتی که استفاده کردن دوباره میتونن استفاده بکنن و میگفتش که هزینه سفر و طول مدتی که دوباره در واقع باید هزینه بکنیم زمانی که دوباره یه دونه بسازیم خیلی کمتر میشه و میتونیم این سفرها رو مکرر انجام بدیم بیشتر اتفاق بیفته و همین گفت اتفاق... هم که اینا برمیگردونن همین که فرود میاد حالا من که نمیدونم چه چه نو دیتای ولی صد در صد سری دیتای میاره که خب قبلا اینو نمیتونستن چون منفجر میشده حالا اون آره موتور خیلی جالب کارون آره. یه اپیزود در مورد اون هواپیمایی که توی جنگ جهانی بودن که برمیگشتن رفت <applause> <مش> یه همچین کانسپتی پشتشه که اتفاقایی که براش افتاده وقتی که از در واقع جو زمین خارج شده میتونن ببینن که چه تاثیرایی روش گذاشته که بتونن اونا رو در واقع ایمپروو بکنن میتونن بهترش بکنن که بعدا اگر که میخوان استفاده بکنن اینا صدمه ای کمتری ببینه تو این اتفاقی که داره میفته یه <applause> اتفاق خیلی خوبم برای جامعه استریمر دنیا بود یه <applause> تو روی یوتیوب یک و شیش دهم میلیون نفر داشتن لایو نگاه می‌کردن این فقط یک و شش دهامه دهامه. رو فقط روی یوتیوب استریم ناسا رو چون آه. پنج شیش تا استریم مختلف بود اسپیس اکس برای خودش گذاشته بود اون پروگرامی که من داشتم میدیدم و یک و شیش دهم میلیون روی یوتیوب داشتن نگاه می‌کردن جمعا میگفت 10 میلیون بوده جمعا میگفت 10 میلیون بود مطمئنا روی تلویزیون داشته پخش می شده، کانال های مختلف بوده ولی این جالب بود که اتفاق بود دادا شما تطلب یاد یه نفره یه میلیون جمع میکنه اینا چیز جالبی که آخرش اتفاق افتاد حالا واسه ترامپ من خب دیگه وقتی رفت و دیگه به اوج سرعتش رسیدن رفتم سر کار کردم برگشتم دیدم یه آقایی مثل این که از حالا ادمنستریشن ترامپ داشت صحبت میکرده و اینا خود ترامپ هم صحبت با... کرد آه من ندیدم اونا رو و چقدر تعریف میکرد از ترامپ چقدر تمجید میکرد و چقدر مثلا میگفتش اگه ترامپ نبود این اتفاق نه که ولی یکی از مثلا مهرهای اصلی این داستان بود و ما چقدر مدیونیم به ترامپ و خلاصه یه گربا ها من خوش آره چند ثانیه خیلی ترامپ برده بود بالا و شش میکرد حالا چیزی که هست اول سپیس اکس کاری که کرده بود اینا اومدن یه سری به عنوان در واقع ترانسفر کردن کالا استفاده میکردن اول اومده بود برای ناسا فقط حکم کامیون داشت با راکت هایی که اینا داشتن آره برای باربری بوده و بار در واقع میبردن به اون اسکا فضایی که وجود داره ولی الان اولین بار بود که تونستن انسان ببرند و اینکه نمیدونم دیدید یا نه کارو میگه نیده ولی همش تاچ سکرین بود دیگه دکمه وجود نداشت میگفتش که این خیلی متفاوته از اون تصویرهای قبلی که ما دیدیم که اینا موقعی که میشنستن هزار تا مثلا دکمه و اینا دورو بوده الان دیگه همه چی روی در واقع تاچ سکرینه و خیلی هم اونجا تونستن وزن سیف بکنن به خاطر مم. تغییر حالا تکنولوژی که به وجود اومده یه چیز جالبی که من تو لایو همین استریم دیدم مثل اینکه یه خیلی رسم و رسوم داره این داستان فضا و اینکه این بخوای بری و تو هر استپیش یه اسمی میگن که حالا معنی آه. یه چیزی و مثلا اینی که انگار فضا یه چیزی باید با خودشون ببرن که تو اون دور برشون باشه که وقتی میرسن به بی وزنی چی بی وزنی این بیاد بالا و حالا نشون داده و این دو نفر یه دونه چیز دایناسور, دایناسور بود چی بود یه دایناسور رنگی آره. اونم جالب بود خیلی آداب و رسوم داره آره آره جالب بود. آره خلاصه خیلی جالب بود من برام خیلی جالب نمیدونستم صبح بلند شدم دیدم که روی یوتیوب هم چیزی هست و شروع کردم نگاه که قرار بود دوم پیش. بود آره آره به آره خاطر هوا, هوا, بود هوا بود. نتونستن در واقع این کار انجام بدن امروز هم تا یه ساعتیش گفتن که کنسله یعنی تا فکر کنم یک ساعت و نیم قبل از لفت آفش گفتن که کنسله و نمیتونه اتفاق بیفته اگر هوا اتفاق همین همینجوری ادامه بده چون داشت بارون میومد ولی دیگه هوا صاف شد و گفتن که بفرمایید چهارشنبه چا... اتفاقا منم اونم میدیدم حالا بحث ترامپ شد ترامپ با هواپیما اومد از بالا دید با ایر وان اومد رد شد ولی خب یوتیوب میدید دیگه نشد یه مارکتینگ بود آره اه... والا یه سری خبر هست که جالب نیست ولی حالا چون اجاز اخبار خبرهای اه... اه... تاریکی و خوبی نیست که همه شنیدیم تو ایران اه... رومینا گشته شد که یکی از اتفاقات بد بود برای ایران و به دست پدرش و حالا من داشتم اخبارش رو میخوندم اون یه چیزی که خیلی دقت نکرده بودم وقتی اخبار رو خوندم دیدم که حالا اون اعلامیه که نوشته شده بود مثلا اسم بابا صاف زیر اسم این بود اصلا خیلی این منو هیت کرد که مثلا این دیگه چیه حالا حالا شاید واقعا یه نمیدونم یه اشتباه چون همیشه برها رسمینه که اسم اشتباه که نیست اونو به عنوان صاحب اعضا نوشتن اصلا کل همین داستان... همین خیلی چیز عجیب کل داستان انقدر ناراحت کننده است الان همه هم, هم میدونن دیگه ما اینجا نیازی نیست بگیم ولی اصلا نمیدونم چه تفکری باعث میشه که یه همچین اتفاقی بیفته همین اعلامیه‌ای که تو گفتید شما نگاه کنید اسم مادر طرف رو ننوشتن <تصفح> اونجا <تصفح> اسم داییاش رو نوشتن <تصفح> بعد اسم قاتل طرف رو میان مینویسن توی اعلامیه صبح یه چیزی دیگه من میخونم با یه وکیل صحبت کرده بوده قبلش پدر <تصفح> این آدم <تصفح> پدر رومینا <تصفح> <تصفح> و اون وکیل بهش گفته بوده که قصاص نمیشی یعنی از قبل هم حتی اینو میدونسته چون میدونی تحلیلش کرده بوده من تو رو میکشم من تو رو میکشم و کش آره دیگه ام دارم اخبارا هم چیز خوب بگیم ام. یعنی رفته من این یعنی اصلا رفته تاییدیش رو گرفته و فکرش کرده و اینا بعد دست به این کار تاییدیه که یعنی از قبل میدونسته که پدر چیز پدر طرف اگه قاتل باشه قصاص نداره فقط مثلا دیگه باید بده اینو از قبل میدونسته از قبلم بارها به این گفته بوده اینو من برسه صحبت های مادرش دارم میگم که برزر... گفته بوده من تو رو میکشم به برزر... خاطر حالا اون رابطه عاشقانه ای که با اون بهمن آقا داشته بعضی شما صحبت کردن در این مورد کمک میکنه یعنی حالا ما در این مورد دیگه که صحبتی بکنیم چون خیلی جا داره, داره صحبت میشه دیگه من همیشه یه سر یه دوراهی قرار میگیرم تو اینجور موارد نمیدونم واقعا در این مورد باید صحبت بشه یا نباید صحبت بشه یعنی تبلیغ منفی داره یا واقعا میتونه فرنگ بکنه تبلیغ مثبت داشته ببین این داره عمق فاجعه رو نشون میده به خاطر اینکه این اتفاق که افتاد شاید ما تو الان اصلا آگاه نبودیم که یه پدری ممکنه بزنه بچه‌شو بکشه این اتفاق که میفته میری میبینی مثلا مطلب منتشر شده که او قتل ناموسی چقدر تو ایران اتفاق میافته بارها مورد مشابهش هم بوده و اتفاقا باید صحبت بشه اتفاقا باید توی قوانین هم بازنگری بشه که اونجا که سر مراسم حالا عروسی ظاهرا میان پدره رکب میزنه میان همه رو دستگیر میکنن میبرن بازداشتگاه دختره میگه منو ندید دست خانواده منو میکشن باید یه قانونی اونجا باشه که آقا اینو میکشن اگه جونش تحت خطره قانون باید ازش محافظت کنه که ما اینو نداریم دیگه اینو پس دادن به خانواده و تو خواب چیز کرده باید صحبت بشه آدمای مسئول باید اولم پاسخگو باشن بعدم باید, باید قانون درست وضع بشه که دیگه همچین اتفاقی نیفته خیلی ناراحت کننده است دیگه چی یه کم خوب کامنت اینا بکنم نه آره آره یه دو تا از یوتیوب مریم گفته بود اه... آهان آه. بچه هم... یه بار همه مثل فرها تیشرت رنگی شاد بپوشین کات پر از رنگ حالا فرهاد امروز نداره همش... من هم داشتم میگشتم همه تیشرت هم خاکستریه ام... س... سارا پیش داده که هفته دیگه که لایو میخوایم بریم یوتیوب هم لایوش رو بذاریم که اونم فکر کنم بتونیم رکورد ناسا رو شری که از شنونده های خیلی قدیمی ماست گفته بود عالی بود کلی یاد گرفتم و خندیدم و یک کمی هم بزنی. به ما گلگی کرده بود که کامنت های من رو نخونده بودیم گفتیم که آقا ما میخونیم به خدا همه کامنت ها خونده میشه اگر که بعضی موقع قلب میزنیم یعنی اگه جواب نمیدیم ببخشید همش خونده میشه شرمنده میرسیم که جواب بدیم اینشون توی اینستاگرام گفته بودن توی این اپیزود فهمیدیم که چرا برای شنیدن اپیزودهای جدید خود انقدر هیجان زده میشم چون دوپامین مغزم تر... چون آره ترشو میکنه دوپامین هشتگ جدید افتاده دوپامین آندرلاین آن کارون آن. اه... آره دیگه پدر دوپامین ایران داریم چیکار yeah. زهره هم توی توییتر برام نوشته بود که در حالی که سه شنبه هشت صبح امتحان دارم این باحال بوده 100 صد صفحه است و هنوز شروع نکردن نشستم امشب چند تا اپیزود دیدم که آخریش دقیقه 90 بود هر کی به میراد گرفت گفتم که زمان محدود ذهن فعال میکنه حالا حالا اینو به طنز گفت ولی نکنید این کارو <تصحیح> 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 اما من این اپیزودا همیشه هستم ولی <تصحیح> خیلی ها برگه خیلی ها من میبینم که میگن که آره ما امتحان داریم و داریم خودی از گوش میدیم و اینا و مثلا فردا بعد جزه تحویل بدیم یا یه کاری باید بکنیم اینا اونا رو انجام بدید خودی از همیشه هست و اینکه از درستون نیفتید تو خدا ما خیلی خوشحالیم که گوش میدید ولی نه به قیمت این که درستون بیافتید. آره یه جدی هم کامنت مده بود دو تا اپیزود خیلی زیاده ما نمیرسیم من همین هم جوابو میخواستم بدم که آقا آره ما رادیو نیستیم یه نفر گفت دو تا خیلی زیاد من نمیرسم گوش بدم بکنیش یه دونه گفتم که آخه خب نمیشه عوض کرد که به خاطر یه نفر که خیلی هستم ما میگن هر روز اپیزود داشته باید قس کنن بزن تو فریزر تو طول هفته استفاده کنن آره خلاصه شرمنده اگر که کم و زیاده دیگه شما کار کنن قس گفتن قسط کنن بزن تو فریزه تو طول هفته استفاده قسط. کنن قسط قسط میکنه دیگه تقس تقس این لغت رو من نمیدونم چیه <تصف> قسط <قصت تصف> <قصت تصف> اصلا گوشت <تصف> میخری ده یک کیلو گوشت میخری به دی... چهار تا دیویس پنجه گرم قسطش میکنیم میذاری حالا شاید هم یک کلمه دیگه نه به چرا از تقسیم میاد یا آره قسط قسط از هر چی دو بخوای میاد قسط دادن دیگه تا فکر میکنم از قسط مثلا بانک قسطه حالا خیلی نه خوبه میخواد ببینه با دست داره یا دو نقطه نه من نشیده بودم آره قسط با دست دار ببندیم اپیزودو بریم پنشمه بیان بفرمایید بچه شما صحبتی نشید نه متاسفانه خب خیلی عوالی ما توی تمام فضای مجازی اسم ما خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخواین با ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام پادکست تاکس که میتونید اونجا برام پیام های صوتی تصویری دوربین و دوربینو نگاه کن کجا رو نگاه بفرستی اینجا نگاه میکنید دیگه ما میریم و هفته دیگه که نه پنج شنبه با یه اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ مرسی که رو یوتیوب با ما هستید خدافظ